قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم بگیرند که تحریم‌ها علیه بلاروس را به دلیل بن‌بست مهاجرین در مرزهای بلاروس با پولند، لیتویا و لیتوانیا افزایش دهند. اتحادیه اروپا بلاروس را به دعوت از مهاجران به مینسک با وعده کمک به آنها برای عبور از خاک اتحادیه اروپا متهم کرده است. وزرای امور خارجه که در بروکسل گرد هم می‌آیند، قرار است تحریم‌های موجود را گسترش دهند تا شامل حال شرکت‌های خطوط هوایی، ادارات مسافرتی و افراد دخیل در این ادعا گردد. ما قصد داریم این چارچوب را گسترش دهیم تا فکر کنیم تحریم های دیگری را بر سایر افراد، خطوط هوایی، ادارات مسافرتی و همه کسانی که در این فشار غیرقانونی مهاجرین در مرز ما دخیل هستند اعمال کنیم. در همین حال گبریلیس لندسبرگس وزیر امور خارجه لیتوانیا هشدار داد که اگر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در این موضوع عقب نشینی نکند، اقدامات سخت‌تری نیز ممکن است گرفته شود. ما نباید تنها در مورد تحریم‌ها صحبت کنیم، بلکه در مورد آینده رژیم بلاروس نیز بحث کنیم. زمانی که اثر تحریم‌ها از بین رفت، باید در مورد عواقب حقوقی مردمی که در آن رژیم هستند صحبت کنیم، که در آوردن همه مردم به بلاروس و ایجاد این همه تراژدی انسانی در مرز پولند و بلاروس و لیتوانیا و بلاروس مشارکت داشته. از سوی دیگر، کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که روسیه آماده است در بحران مهاجرین بین متحد نزدیک خود بلاروس و اتحادیه اروپا میانجیگری کند و اضافه کرد که مسکو تا حد این کار را انجام داده است. این در حال است که اتحادیه اروپا بلاروس را متهم به وارد ساختن هزاران مهاجر توسط طیاره ها عمدتاً از شرق میانه کرده است و اینکه آنها را تحت فشار قرار می‌دهد تا برای عبور غیرقانونی به پولند تلاش کنند و این را یک حمله ترکیبی علیه این کشور خوانده است. کرملین همچنان هرگونه نقش روسیه در این بحران را رد کرده است، اما پوتین روز یکشنبه پیشنهاد کمک به حل این مشکل را داده است. در این مورد روسیه منحصراً به عنوان یک واسطه مذاکره که تا حد هم از قبل جریان داشته است می باشد. پسکوف در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران اظهارات وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اقدامات بلاروس در مرز با اتحادیه اروپا با هدف منحرف کردن تمرکز از فعالیت‌های نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین است را اشتباه و نادرست خواند. اوکراین گفته است که نزدیک به 100,000 سرباز روسی در نزدیکی مرز این کشور حضور دارند و ایالات متحده نسبت به تجاوز احتمالی روسیه هشدار داده است. در حالی که هزاران مهاجر و پناهجو که بیشتر آنها از شرق میانه هستند در هفته های اخیر در سمت بلاروس از مرز با پولند با امید ورود به اتحادیه اروپا تجمع کردند، روز دوشنبه اجساد دو جوان مهاجر عراقی که در مرز بلاروس و پولند جان باخته بودند به میدان هوایی بین المللی اربیل بازگردانده شدند. یکی از این دو جوان یک روز پس از این که توسط پلیس پولند به مرزهای بلاروس اخراج شد درگذشت. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.